شاید از کسانی که به هند سفر کردن شنیده باشیم که هندوستان کشوریه که بعد از سفر به اونجا یا دیگه پات رو به اونجا نمیذاری یا اینکه نمکگیر خاک هندوستان میشی و بارها و بارها به اونجا برمیگردی. اما چرا؟ هندوستان چه ویژگی داره که در آدم‌ها این حال رو ایجاد میکنه؟ من پدرام هستم و این چهارمین اپیزود از پادکست گوسانه. این پادکست مجموعی از گپ و گفتگوهایی که من انجام میدم با آدمهایی که کنجکاوم در مورد خاطرات و داستانهاشون یا موضوعاتی که روش کار یا پژوهش میکنن بیشتر بدونم. در این اپیزود سیامک امیدی از سفرهایی که به هندوستان کرده برامون میگه. سیامک عضو اصلی فدراسیون هنر عکاسی فیاب و کلوپ بین‌المللی عکاسی فوکس و عضو انجمن عکاسان ایرانه و برای عکاسی به کشورهای زیادی دور دنیا سفر کرده. به قول خودش، برای رسیدن به جواب سوالاتی که در ذهن داشتم از آسیای شرقی شروع به سفر کردم تا در نهایت تصمیم گرفتم که به هند برم. از ورودش به بمبئی شروع میکنه و از مجموع عکس‌هایی که از پیاده رو نشین‌ها گرفته میگه. از بمبئی به وارانسی یا همون بنارس میره که یه جورایی مرکز معنویت هندوستان حساب میشه. بنارس شهریه که بودا اولین خطابش رو در اونجا کرده، معروف به شهر مرگ. سیامک از نشست و برخاستهاش با مرتازها یا سادوها میگه و از رواج مصرف ماریجوانا و ماده مخدر پن در میان اونها. از سیکها میگه و از ایرانیهای تبعیدی به هند که به پارسیان معروفند. از وارانسی به شهر هاریدوار و ریشکش میره. ریشکش یه جورایی معروف به پایتخت یوگا و مدیتیشن در جهان، جایی که پر از آشرام و مدارس یوگاست. من خودم موقعی که داشتم این اپیزود رو با سیامک عزیز ضبط میکردم همزمان به عکسایی که در اینستاگرامش بود نگاه میکردم تا تصویری از خاطراتی که تعریف میکرد داشته باشم. آیدی اینستاگرام سیامک امیدی هست سیامک ترافل، SIAMAKTRAVEL. پیشنهاد میکنم که همزمان که سیامک داره از این شهرها میگه اسم این شهرها رو هم گوگل کنید و عکساشون رو ببینین، واقعا دیدنی هن. حتی من چند تایی هم عکس که مربوط به این اپیزود هست رو در صفحه اینستاگرام پادکست گذاشتم که میتونید در صفحه گوسان ببینین. اینستاگرام پادکست گوسان هم اینطوری نوشته میشه GOOSAN. بریم با هم این گفتگو رو بشنویم. یه سری سوال تو ذهن من همیشه وجود داشت، اینکه چرا آدم ها در کره خاکی با هم تفاوت دارن، این تفاوت ها از چه بابیه؟ میبینم که فرهنگ های مختلفی دارن، ادیان مختلفی دارن و حتی سبک زندگی های مختلف. داشتم فکر میکردم که چقدر نقش فرهنگ تو این تفاوت ها میتونه مفید باشه، نقش ادیان چطور؟ بابت اینکه بتونم بیشتری بفهمم و یه بخش کوچیکی از سوالامو به دست بیارم، شروع کردم سفر رفتن. اول خیلی جدی نبود، فقط یه دغدغه ذهنی من بود. از آسیای شرقی شروع کردم، کشورهای حوزه آسیای شرق، جنوب شرق، مالزی، تایلند، معابدی که اونجا وجود داشت، همزیستی مختلفی که در معابد، کلیسا و مسجد وجود داشت، بودایی ها تو محدود چی میگفتن، چی میخواستن. در لابلای این سوالای ذهنیم تصمیم گرفتم که به هند سفر کنم. عملا میشه کشور هند مذهبی ترین کشور دنیا نامید، دینی ترین کشور دنیا نامید، به خاطر اینکه ادیان بسیار مختلفی در این کشور حضور دارن، وجود دارن و به تبلیغ آزادانه برای خودشون میپردازن. در هند بها دادن به مذهب و دین خیلی زیاده. تقریبا همه کارا با توسل و تمسک به آیین‌های مذهبی یا اعتقادات و باورهای مذهبی انجام میشه. اگه قراره کسی اسم بچه خودشو بذاره، حتما از یه عالم دینی مشورت میگیره. اگه قرار باشه برای افتتاح یه مغازه کوچولو
توی محلی خیلی دور افتاده روز در نظر گرفته بشه، میان از این باورها، اعتقادات و تفکرات دینی استفاده میکنن. من در سال 1396 خودمون تصمیم گرفتم که به هند سفر کنم و پرواز از تهران به بمبئی گرفتم. بمبئی که شهر بالی بودیه، بازیگرا، خواننده ها، رقاصه ها و تجار بسیار بسیار قوی که در این شهر حضور دارن کاملا متفاوت کرده فرمت و استایل شهر بمبئی ره با جاهای دیگه. وجود دریا در کناری اقیانوس هند قرار داشتن که اصلا به بمبئی میگن دروازه هند. با این تفکر من وارد بمبئی شدم و میدونستم که شرکت های بسیار موفق بزرگی اونجا حضور دارن که باعث میشن که تجارت تو این شهر خیلی رونق پیدا کنه، کسب و کار خیلی خوب باشه. بمبئی بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر هند. اما اصلا اینجوری نبود. همونقدر که آدم های متمکن، پولدار، سرشناس وجود داشتن، به همون نسبت آدم های فقیر و دارای مشکلات مالی خیلی زیاد در اونجا حضور داشتن. شکاف فقر و ثروتمندا در حد اکثر خودش بود. صفر تا صدی در بین جامعه خیلی زیاد دیده می شد. من یه مجموعه عکس توی هند کار کردم به اسم پیاده رو نشین ها. پیاده رو نشین ها حکایت آدم هایی بود که تو پیاده روها زندگی می کردن. تو پیاده روها متولد می شدن، رشد می کردن، بزرگ می شدن، غذا می خوردن، می خوابیدن، ازدواج می کردن، زناشویی می کردن، بچه دار می شدن و در همون پیاده روها می مردن. یعنی سیامک جان، این جماعتی که تو پیاده روها زندگی می کردن در واقع هیچ خونه ای ندارن، تو همون پیاده رو به دنیا میان، همونجا بزرگ میشن و همونجا با هم ازدواج میکنن. بله 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 دقیقا. عده ای از این آدم ها در چند نسل در این پیاده روها حضور دارن. برخی به خاطر مشکلات مالی دارن به اینا اضافه میشن، بعضی با پیدا کردن یک کار خوب از پیاده روها جمع میشن و صاحب خونه میشن. اما همیشه در خیلی از پیاده روهای شهر بمبئی ما انسان هایی میبینیم که دارن زندگی میکنن، مثل من شما که تو خونمون داریم زندگی میکنیم. نکته که من دیدم در بخش پیاده رو نشین ها که از خمی مجموع عکس هم از اونجا تهیه کردم، این که این آدم ها که در پیاده رو زندگی میکنن راضین، خوشحالن، شادن. و شاید خیلی از ما آدم هایی که در خونه های خودمون در رفاه خیلی خیلی بیشتری زندگی میکنیم شادتر و راضیتر باشن. خیلی تو این بخش تحقیق کردم، سوال کردم، صحبت کردم، نشستم کنارشان و حتی باشون غذا خوردم. آموزه های مذهبی دینی که از هندو، دین هندو به این افراد منتقل شده، بهشون یاد داده که همواره شکرگزاری کنن، در لحظه زندگی کنن، خوبی ها رو ببینن و شاید برخلاف خیلی از ماها کمتر غر بزنن. شما اگر تو شهر بمبئی قدم بزنید درخت تنومند خیلی قوی میبینید، چون قدمت بمبئی خیلی زیاده. در کنار هر کدام از این درخت ها، پایه این درخت ها و کنار ریشهش مجسمه های مختلفی از الهه های دین هندو میبینید، از شیوا گرفته تا گانش. و این آدم ها به محضی که از کنار این مجسمه کوچولو، کنار ریشه های درخت تنومند رد میشن، ادای احترام میکنن، دعا میکنن. دیدم مذهب خیلی به دادشون رسیده. دوباره فکر کردم که نکنه این سرعتشون داره میگیره، موفقیتشون داره میگیره، این رضایت داره باعث میشه که اینا رشدشون متوقف بشه. اما واقعا تو جمعیت هند برای همه به یه اندازه فرصت موفقیت هست، فرصت رشد و تلاش هست. نمیتونه اینجور باشه، اما فرمت آدم ها اینجوری بود. نکته این بود که من از دیدن اون صحنه ها بیشتر عذاب میکشیدم تا اون آدم ها از زندگی کردن در اون شرایط و اون موقعیت.
بعد که متوجه شدم که چقدر مذهب میتونه مؤثر باشه در این حکایت، تصمیم گرفتم که به مذهبی ترین شهر هند سفر کنم. یه پرواز گرفتم از بمبئی به شهر وارانسی. وارانسی یه شهر خیلی بزرگه که قبلا بنارس نامیده میشد. یه جایی بود که خیلی از ایرانی ها قبلا اونجا رفتن و یه جورای تعبیدگاه بعد از ایرانی ها بوده که بعد اینقدر اونجا جذبه و انرژی مثبت داشته. بعد از تغییر پادشاهان ما و اتمام تبعید همونجا ساکن شدن و تصمیم گرفتن که اونجا بمونن و بیشتر براشون حس خوبی داشته. وارانسی رو بخوام تشریح کنم، در کنار رود گنگ مقدس قرار داره و مذهبی ترین شهر هنده. چرا مذهبی ترین شهر هنده؟ یکی از مراکز خیلی مهم دینی هندوهاست و محل تولد دین بوداست. برای جین ها که اونم یه آینه مثل حالا هندو و بودا، احترام بسیاری وارانسی قرار داره. از کل هند، از کل ایالت ها و شهرهای دورنزدیک هند به وارانسی میان که زیارت کنند. زائران رود گنگ، این زائران میان که در رود گنگ غسل بکنن، اعمال مذهبی خودشون انجام بدن. خب اونا مثل مسلمان ها که مناسک خاصی برای زیارت همون داریم، مثلا مناسک حج که مراحل خاصی داره، دقیقا برای زیارت رود گنگ همین مناسک دارن. نحوه غسل کردنشون آداب و ترتیب خاصی داره، موکوتا کردنشون روش خاصی داره. فکر میکنم که این مراسم هم اگر اشتباه نکنم بزرگترین مراسم مذهبیه که برگزار میشه. همینطوریه. خب اینا یه مراسم خیلی بزرگتر دارن که هر 3 سال یه بار در کنار رود گنگ مقدس انجام میشه و سادوهای هندی اونا انجام میدن. سادو یا مرتادهای هندی. مرتاد یا سادو معنی انسان خوبه، عارف، عالم دینی. این افراد به درجه از زهد و روحانیت رسیدن که فارغ از دنیا شدن. معمولا موهای به هم تابیده شده خیلی کلفت و ضخیمی دارن. خیلی هاشون یا لباس نمی پوشن و با خاکستر بدن خودشان در واقع رنگ آمیزی میکنن که رنگشان سفید میشه، رنگ پوست بدنشان. یا در بهترین حالت لباس های بسیار ساده‌ای که از پارچه های نارنجی رنگ یا قرمز رنگ هست می پوشن. اون مراسمی که شما فرمودین بسیار مراسم باشکوهیه، صرفا برای سادوهاست و همگی کاملا لخت برای زیارت و غسل در رود گنگ میرن. بسیار مراسم باشکوهیه، بسیار خاصه و هندوها معروفن به یوگا. یوگا اساسش بر تمرکز و انرژی مثبته، اساسش بر توجه به ماورائه. تو فضا که قرار میگیری یه خوده که تو هم تمرکز میکنی، موج انرژی مثبت به شما میرسه. من اولین باری که رفتم وارانسی و برگشتم گفتم من دیگه هند نمیرم، وارانسی هیچ وقت نمیرم. ببینید، این بازم برابر آمیزه های دینی و آیینی هند که خیلی اعتقاد به زیبایی، تمیزی و رسیدن به خیشتن ندارن. حتی اگه یک ماه هم غذا نخورن با یه خیلی خیلی کوچولو نون خشک میتونن ماها سر کنن. برای رفاهیات تلاش نمی کنن. چرا انجام نمیدن؟ چون از آموزه های دینی خودشان این بخش برداشتن. اینا معتقدن که انسان به دنیا وارد میشه که بتونه بر کارما تأثیر بذاره. وقتی افعال مثبتی انجام میدن، کائنات این افعال مثبت به دیگران هم منتقل کنه علاوه بر خودشان. اینا معتقدن به دنیا وارد میشن که بتونن چرخه تناسخ بشکنن. هندوها به چرخه تناسخ اعتقاد دارن.
یعنی بعد از مرگ، روح اینا در کالبد یه موجود زنده به این دنیا پا میذاره. بر این اعتقاد معتقدن که اگر اینها آدمهای خوبی باشن و بتونن اعمال مذهبی خودشان در رود گنگ به خوبی انجام بدن و به معرفت خودشان بپردازن و عبادات دینی، میتونن چرخه تناسخ رو بشکنن و روح اینا الهی بشه. اون چیزی که ما الان همگی بهش معتقدیم، ما معتقدیم که انسان ها میمیرن، روح از بدن جدا میشه و به آسمان ها میره، روح ما متعالی میشه، تعالی پیدا میکنه. اونا بری باور نیستن، اما اصلا از این موضوع خوشحال و راضی نیستن. به همین خاطر یا خودشان ساده میشن و اعمال مذهبی انجام میدن، یا اینکه به ساده ها پول میدن کمک میکنن که براشون دعا کنه، یا اینکه طرف میره اونجا خودش ظاهر میشه اعمال مذهبیش انجام میده. کاملا معتقدن که اگر یک فرد بیاد در رود گنگ غسل کنه و در شهر وارانسی بنارس ماندگار بشه، وقوف کنه تا زمان مرگش برسه، در این شهر فوت کنه و پس از سوزاندن کالبد این فرد خاکسترش به رود گنگ سپرده بشه، ایشان حتما روحش تعالی پیدا خواهد کرد و این دنیا که محل عذاب، سختی، دروغ و حکایت اینچنینی دیگه به چشم نخواهد دید، به پیش خدا خواهد رفت. برای این تلاش میکنن، تلاشی که بهش اعتقاد دارن. خیلی جالبه. من تازه در واقع الان متوجه شدم که این مرتازهایی که پس ما از دور میبینیم، اینها در واقع هدفشون شکستن اون چرخه تناسخه. بله بله کاملا. انسانهای خوب که معنی فارسی جمله سانسکریت در واقع سادو هست که حالا عارفین هم بهشون گفته میشن، دقیقا کارشون چرخ شکنی یا رهاسازی روح از چرخه تناسخه. با چه صورتی؟ با مراقبه، با عبادت و اعمال مذهبی، اعمال مذهبی تک نفره و کمک به دیگران. اینا 100% اعتقاد به کارما دارن، معتقدن اگه فعل خوبی انجام بدی این فعل خوب به شما برمیگرده. اگه در راه در واقع رضایت خدا یه کاری انجام بدی، انرژی مثبت اون کار خوب به مردم اطراف برمیگرده. نمیخوام بگم خیلی به این قضیه اعتقاد دارم یا ندارم، اون خیلی شخصیه، اما من واقعا انرژی مثبت وارانسی دیدم. من با صداهای خیلی دیده نشستم، صحبت کردم، بحث کردم. اول که اصلا قانع نمی شدم، علمم کم بود، خورده درکم کمتر بود و برام خیلی عجیب و غریب بود. شاید این عجیب و غریب بودن شاید بازدارندگی بیشتری برای من داشت. سیمک جان، اون
گفتی که اون اول که وارد شدی اصلا دیگه با خودت گفتی که دیگه پاتو اونجا نمیذاری، به خاطر گفتی خیلی در واقع نظافتی رو رعایت نمیکردن، نمیدونم، و همه چیز خیلی عجیب بود و اینا. یه ذره بیشتر توضیح میدی که اون چیزی که، یعنی چون اون چیزی که برای من جالبه اینه که شما یک برداشت اولیه‌ای داشتی که خیلی اتفاقاً زده شدی، ولی بعداً شما باز هم و باز هم برگشتی به اونجا و اصلا دیگه خیلی هم دوست داشتی دیگه، درسته؟ ببینید، وارانسی شهری بسیار کثیفه، بسیار در به داغونه. شاید اگه تو خیابونا در واقع حتی مسیر اصلی شما قدم بزنید، چه با خودرو چه با، حالا خودرو خیلی زیادی که نداره واقعا، بیشتر سه چرخه هاست، ریکشه هاست، تک تک، و حتی انسانایی که دو چرخه دارن یه گاری پشتش بستن، آدم رو گاری سوار میشن، اون دو چرخه پا میزنه و از مقصد A به مقصد B این طرف منتقل در میشه. واقع اصلا جای توریستی نیست به یه شکلی ها. اتفاقا خیلی توریستیه، از کل دنیا اینجا توریستی که این چیزها رو ببینن، اما اون آدما اصلا دوست ندارن مترقی بشن، در سادگی این قدر میبینن. اون چیزی که برایشان لذت بخشه تعالی روحشانه، نه تعالی امکانات و اون مواهبی که قرار بهشان برسه. خیلی زیاد کثیفه در شهر وارانسی، تو منطقه سنتی مذهبی شهر که کرانه رود گنگم قرار داره، شما که واقعا سرشماری کنی بیش از 60% آدم ها به هیچ وجه کفش پاشون نیست. با توجه به اون موقعیت هند و اعتقادات این که گاو ها مقدس هستن و نباید آزار بینن و اینا، آزادانه هر جایی که بخوان میتونن برن و تردد کنن، به طبیعی میبینیم که در خیلی از خیابان ها، پیاده روها و معبر ها مدفوع گاو ریخته، آدم ها بدون کفش اینا حرکت میکنن میرن، اصلا خوشایند نیست. من بار اولی که وارانسی رفتم 48 ساعت هیچی نخوردم به جز میوه هایی که در واقع مثل نارگیل پلوم بود، مثل سیب میتونستم پوتش بگیرم، نمیشد خورد، خیلی از نظر بهداشتی پایین بود و اینا تو ذوق من خورد. من رفتم اومدم گفتم دیگه نمیرم، خیلی بد بود. بعد برگشتم دیدم که خب من چقدر آرام شدم، چقدر تفاوت کردم، چقدر تغییر کردم، چقدر دارم به قضایای دیگری فکر میکنم. یه خود در خودم کنکاش کردم تو هر چیزی. اگر من میخواستم همکارم توی شرکت پرنسل من تو محل کارم یه فعل و رفتاری انجام میداد، قبلا به حال بنابراین اصول مدیریتی میخواستم باش رفتار کنم، این سری یه فیدبک میدادم به عقب، قیاس میدادم و یه رفتار دیگه به خرج میدادم که برای من هم آرامش خیلی زیادی داشت. از اون ورم فیدبک خیلی خوبتری میگرفتم. میگن آدم ها وقتی وارد هند میشن دوتا سناریو بعدا براشان محتمله، یا اینکه دیگه هیچ وقت پاشان هند نمیذارن، یا اینکه کاملا نمکگیر خاک هند میشن. و این باعث شده من بارها و بارها به هند سفر کنم، شهرهای مختلف و ایالتهای مختلفی برم، باز هم وارانسی برم، باز هم ببینم و تحقیق کنم. خب ما در هند به جز هند و بودا جین ها هم داریم. جین ها یا جنس ها عده‌ای از هندوها هستن که خیلی متأثرترن، خیلی تندروترن. این هندوها اصلا گوشت گاو نمیخورن، گوشت مرغ هم نمیخورن، اصلا گوشت نمیخورن اینا، اما از همه سبزیجات استفاده میکنن، لباس میپوشن. شما میلیون ها هندو میبینید که با شوال جین تیشه دارن قدم میزنن، اما اعتقاد هندو خودشانو دارن. جین ها اینجوری نیستن، معتقدن که کاملا باید لخت باشن، همون حالتی که به این دنیا پا گذاشتن باید باشن، زندگی کنن و از این دنیا برن. اونا معتقدن که به هیچ وجه نباید به گیاهان آسیب برسانیم به خاطر سیر کردن شکم خودمان، مگر از ثمره گیاهان. پس میان میوه یک درخت میخورن، اما ریشه یک درخت هیچ وقت نمیخورن. سیب زمینی، حبیب، شلغم اصلا نمیخورن و با یه پوشش سفید ساده که عموماً حتی دوخت هم نداره زندگی میکنن. اون پوشش به این خاطر میذارن که حالی خود اجتماعیشان خیلی رد نکنه، اما در محدوده و منطقه خودشان قرار دارن کاملا اوریان هستن و اوریان زندگی میکنن.
الهه های هندو مثل شیوا، مثل حالا سایر الهه که اونجا وجود دارن، معتقدن که شیوا علاقه و احترام خاصی برای گیاهان قائل بود. با همین بهانه شروع کردن به استفاده از گیاهانی که تمرکز قوی تری به این آدم ها بده و بتونن بیشتر در اون زن یا مراقبه‌ای که دارن فرو برن. ماریجوانه که در واقع همه میشناسیمش و میدانیم چیه، یکی از موادی هست که تو کشور هند خیلی زیاد رواج داره. دومین ماده مخدری که خیلی ضعیفتره اما گسترش 90 چند درصدی بین مردم هند داره، ماده مخدر پن هست. از برگ یک گیاه میگیرن، چند تا ماده بهش اضافه میکنن که یکیش هم اتفاقا خوشبو یا خوشتم دهنده دهنه، داخل دهان میذارن و شروع میکنن به جویدن. بعد از جویدن عصاره این چیزی که مثل پن داخل دهان گذاشته و جویده شده از طریق بزاق جذب میشه، توفالی اون به زمین ریخته میشه که متاسفانه، چون میگم وقتی که ما داریم صحبت از 90 چند درصد استفاده از ماده مخدر پن میکنیم، یعنی که شما وقتی وارد شهر میشی هر 2 سانت، 3 سانت، 5 سانت یه نقطه یه کسی یه توفالی پن رو زمین توف کرد. اصلا جالب نیست حکایتاش متاسفانه. اثرش مثل ماری جواناه اثر پن؟ خیلی کمتره، خیلی کمتره. ببینید سادوها بیشتر ماری جوانا سر میکنه. من تو پیج اینستاگرام هم تو عکس ها عکس سادوهایی رو گذاشتم که در حال کشیدن گل یا ماری جوانا هستن. خب یعنی یه چپاقه مخصوص دارن که این برگ های خوش شده ماری جوانا رو داخل این قرار میدن یا گل داخل این قرار میدن و بعد به یه طریق خاصی اینه مک می بله. دودش نفس میکشن. آره من دارم همین الان میبینم عکس ها رو الان اینجا، اون شکلی که این چپق دستش گرفته از بغل داره میکشه. حتی این چپق دست گرفتنم مربوط به فرهنگ و مذهب ها، وجود اعتقادات بیش از حد به یه آیین باز میشه که کاسبان دینی خیلی زیاد باشن و تو هند تا دلت بخواد کاسبان هندی هست. اونا از ما بقیشان باهوشترن، متوجه شدن بابا این تای قضیه خیلی مورد خاصی نیست و اگر دورش بدن و بشم خیلی باور نداشته باشن اما به دیگران توصیهش کن پول در بیارن، اتفاق خیلی خاصی نمیفته، هیچ کلی هم ثروت اندوزی میکنن. در کل کرانه رود گنگ تو شهر وارانسی در کنار این گات ها مورد سودخانه ها افرادی هستن که شروع کردن به دعاخانی، جنگیری، رمالی به اصطلاح ماها. افراد میرن اونجا دو تا ماده مختلف مثلا میپاشه رو صورتش، یکی تو دستش، یه خمیر میگیره به ترتیب خاصی به دست راستش میده، اون با به دست چپش بده و بعد توی ظرف آب رها کنه. در این کل این حکایت یه ذکر خوانده میشه و مثلا طرف خواستش اینه که یک شغل پیدا کنه، ازدواج کنه، ماشین بخره، دانشگاه قبول بشه یا هر خواسته دیگری. آره شما فرصت در واقع گپ زدن با سادوها رو و بقیه رو داشتین که بیشتر وارد زندگیشون بشین؟ آره ببین بعضی اصلا نمیپذیرفتن، بعضی ها با دریافت مبلغی پول میپذیرفتن و بعضی ها نه کاملا. این نکته که هست اونا اصلا بی سواد نیستن. اگه شما یه فرد دیدی که فقط یه پارچه دور کمرش پیچیده که حالا یه خورده حفظ حجاب کرده باشه، موهای بسیار آشفته‌ای داره و اصلا شما دوست نداری نزدیکش بود، این اصلا بی سواد نیست. این افراد امکان نداره روزامی صبح دهلی از دست بدن، اکثرا انگلیسی بلدن. عالم های دینی خودشون هستن به این سبب، اگر عالم ما عوا به سر میکنه و اما به سر میذاره، اون داره به این روش این کار انجام میده. مجبورم ارجاع بدم به پیج اینستاگرام هم چون عکس این افراد، خب من عکاسی کردم داخل پیجم گذاشتم، شاید بابت درک بیشتر موضوع از ظاهر این افراد لازمه که به پیجم مراجعه بشه و عکس ها دیده بشه. بابت این موارد فقط من این پیشنهاد دادم. اینا انگلیسی رو کامل بلدن و به شما توضیح میدن، توضیحاتی که
خب قطعا برای من پذیرفتنی نیست. ببینید اونا اعتقاداتی دارن که شاید شما اگه یه جا بری که بگی آقا من مسلمانم، یه در ایام محرم و روز عاشورای ما یه بیرق داریم که اینه حمل میکنیم و اون کسی که بیرق داره حملش میکنه از امام حسین هرچی بخواد خدا بهش میده. برای یه فرد امریکایی یا هم تو کانادا بهش بگی الان قطعا به شما میخنده. توضیح میدن برای شما، حکایتش توضیح میدن، علت ها رو میگن، از الهه ها میگن، الهه هایی که داستان هایی دارن که به هیچ وجه باورپذیر نیست. بازم تکرار میکنم، مثل برخی از داستان های دینی ما که اصلا باورپذیر نیست، اما اینو برای شما توضیح میدن. چرا؟ چون میخوان به شما ادای احترام میکنن، شما از یه سوال کردی، تلاش میکنن که اصل موضوع رو به شما بقبولانن. یه نکته من یادم رفت، چون حیف اینه نگم، سیک ها، آیین سیک یا دین سیک باز هم برگرفته از هندوه. اینی که من میگم تعریف درستی نیست، اما فقط یه مثال خیلی کوچیکه بابت که شاید دوستان تلاش به متوجه بشن. چیزی که من دیدم، سیک تلفیقی از هندو و مسلمان، یعنی این آمیزه رو با هم ترکیب کردن، یه بخشی از مسلمان ها گرفتن، یه بخشی از هندو. اون بخشی که باعث شد موفق بشن، تمیز باشن، شیک پوش باشن، بسیار برنامه ریز و دقیق باشن از مسلمان ها گرفتن. اما خیلی از اون باورها و اعتقادات مذهبی که شاید برای من شما پذیرفته نباشه و حتی یه بخشش هم شاید خنده دار باشه، از هندوها گرفتن. سیک ها متمول ترین آدم های هند هستن. کلیه بخش تجارت هند دست سیک هاست. در شهرهای بزرگ، صادرات، واردات و حتی تو کابینه، تو دولت، تو مجلس، توی بخش نظامی، سیک ها خیلی قبیل، چون آدم موفقی هم متفکرن. بازم عنصر آگهی که از اسلام یاد گرفتن و تفکری که وجود داره در کنار اون ملغمه های دینی هندو کمکشون کرده که بالا بیان و تو بالاترین سطح خودشان باشن. بودا رو اسم این برم چون اتفاقا تو هند بودایی خیلی خیلی زیادی نیست. ما کشورهایی داریم در تو کل دنیا که اینا 100% بودایی هن. از هند صادر شده به همه جا و البته که بسیار موفق هن. یه بخش از مسلمانان هند که ایرانی هستن و از ایران رانده شدن به هند به اسم پارسیان حضور دارن. پارسیان ایرانی هایی هستن که در زمان شاهان ایرانی از ایران رانده شدن و در کشور هند سکنا گزیدن. این آدم ها پولدارترین آدم های هندن تو بخش اقلیت های مذهبی. بازم مثل سیک ها بخش های خیلی زیادی از تجارت به دست پارسیان اتفاق می رسد و انجام می شه. جمعیتشان بسیار 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 کمه، خیلی کمه. یه جورایی در درون خودشان هستن، اصلا درونگران، برونگران نیستن، عکس نمیگیرن، مصاحبه نمیکنن، وارد خیلیت قضایی نمیشن، اما خیلی پول دارن. اگه بیمارستان موفق میبینی تو فلان شهر هند، میگن این فلان کس پارسی ساخته. خب ببخش من صحبت هند خیلی زیاد شد، اما اصلا چرا اینا رو گفتیم؟ چون من هر کدومش برای من یه آموزه داشت دیگه. این که سفر هند برای من باعث شد که متحول بشم، یه آدم دیگه ای باشم. دیدن این تجربیات بود، اینکه آدم های بی فکر به یه موضوع تکیه میکنن دچار چه مصائبی میشن. درسته راضی هستم، اما همون فرد راضیه. اگه شما تغییر لوکیشن رو موقعیت بدی و یه موقعیت تاپ تر بهش بدی، راضی تر خواهد بود. نکتهش همینه. وقتی که نمیتونن این تغییر موقعیت و لوکیشن مطلوب بدن، شکر گذارن، قر نمیزنن. بابت شکر گذاری چی به دست میارن؟ آرامش، چیزی که ماها نداریم. این آرامشه بزرگترین محبتیه که هر کسی میتونه داشته باشه. من و شما هم نداریم، اصلا فرقی بین ماها نیست. ما همه دنبال آرامشیم. اگر هر کاری انجام بدیم، از فعل اقتصادی تا هنر و خیلی کارهای دیگه.
سیامک جان، واقعا الان که صحبت میکردی من فکر همش داشتم به این فکر میکردم که تلاش کردی یک تصویر کلی رو به ما بدی از ماجراهایی که توی هند بوده و هر کدوم اینا رو میشه وارد جزئیاتش شد و راجب آدم هایی که تاثیرگذار بودن. حالا به هر حال مثلا تو هر سفری یه و یک آدمی هست که ممکن خیلی به یاد آدم بمونه، یه معبدی هست و یه چیزی هست و میشه وارد اونها شد و راجب اونها صحبت کرد. چه مدتی، چند سال شما این سفر رو انجام دادی به هند؟ من سال 96 تا سال 1399 هر سال به هند سفر داشتم. تمرکزم با توجه به علاقه خودم بر روی مطالعه فرهنگ و ادیان مردم بوده. همین حکایتی که من برای شما از وارانسی گفتم که این آدما با چه اشتیاقی وارد میشن، عموما فقیرن و به خاطر تعالی روحشان تلاش میکنن، همین فرمت شما لاکچری کن، سطحش ببر بالا، یعنی سادوهای موفقتر و تک تمیزتر، زائرین خیلی لاکچری تر، رودخانه بسیار زیباتر و تمیزتر، آشرام های خیلی 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 آنچنانی تر. خب پس کلی موقعیتی که اینجا داریم، چون من یه نکته بگم، رودخانه گنگ به واسطه در واقع مورد رودخانه که در حاشیه رود گنگ تو شهر وارانسی قرار داره، همین که شما نزدیک رودخانه، این رودخانه اینقدر عریضه که اون سر رودخانه معلوم نیست، ببین خیلی عریضه، اما همین که شما نزدیک رودخانه میشه این آب بو میده، اینقدر بوی نامطلوب و نامطبوعی اونجا وجود داره و حضور داره که اصلا کلافی میشه، هر کس بخواد از اونجا زود فرار کنه. بعضا چون من زیاد دیدم مرده ها رو کات آخر نمیسوزن، چیدمان اون آتشه طوریه که 100% بقایای اون جسم سوخته نمیشه، در حالت همه رو برود گنگ میدیدن. این که شما یه قطعه یه بخش بدن یه فرد روی آب شنا ببینید اصلا نباید تعجب کنید. این که خاکستر مردا تو این شهر تو این رود مدام حرکت کنه و آدم ها اینقدر فقط با توجه به عشق دینی و مذهبی خودشان تو این رود وارد میشن، غسل میکنن و در واقع اعمال مذهبی انجام میدن، خیلی خاصه. فروش دبه های پلاستیکی در کناری رود گنگ پر درامترین هاست، چون از همون آبی که من دارم میگم اینقدر کثیفه که بو میده، زائران رودگنگ دبار پر میکنن و برای هم ولایتی های خودشان میبرن. سابقه اینم دیدیم دیگه، کسی که میفتن مکه آب زمزم میآوردن و بانی آب تبرکی به دیگران میدادن و این آب رو مثلا برای غسل کردن و اینا استفاده میکنن دیگه؟ نه، برای خوردن، برای نوشیدن. آها، اینو مینوشن. ببین جز اعمال یا مراسم مذهبی که هندوها در رود گنگ انجام میدن، به جز حالا تن و بدن میشورن، 7 مرتبه زیر آب میرن و بعد برمیگردن دستانشان پر آب کنن، کاسی پر آب کنن به سمت خروج یا در معکوس آب خالی میکنن. یکی از بخش هم خوردن آب و شستن دهان و در واقع مخاط بینو دهانشان هست. میخوان پالایش بشن، میخوان تزکیه بشن، میخوان شستشو بشن، شستشو که معنای معنوی تری داره تا معنای بهداشتی تر و حالا اسم باشین شستن خیلی معمولی. اینا رو گفتم که برسم به شهر هاریدوار. هاریدوار در 30 کیلومتری شهر ریشکش قرار داره، ماگری نزدیک به 300 کیلومتر از شهر دهلی که پایتخت هندوستان هست، هند هست، به سمت شمال بریم و به
اون دامنه ها یا نزدیک هیمالیا برسیم، به شهر ریشیکش میرسیم. ریشیکش مهد یوگای هنده، یعنی جاهایی که یوگی ها خیلی حضور دارن و از همه جای دنیا، از همه بلاد و کشورهای مختلف میان و اینجا آموزش یوگا میبینن. سرتیفیکیت هایی که تو اینجا اعطا میشه به افراد در همه جای دنیا معتبره. اگر شما الان میبینید یک کسی هست که داره آموزش یوگا میده و یه سرتیفیکیت از در واقع آشرام در ریشیکش داره، بدان استاد قوی داشته، اونجا رفته خیلی خوب در واقع آموزش دیده و اومده اطلاعات میخواد بقیه ارائه بده. در این مهد یوگای هند که شهر ریشیکش هند قرار داره، عرض کردم در شمال و در دامنه های کوه هیمالیا که همیشه خود اینجا هواش ترتر از جای دیگه است، در 30 کیلومتری اینجا شهر هاریدوار قرار داره. هاریدوار عیناً مثل وارانسی میمانه با یه لول و سطح خیلی لاکچری تر و بالاتر. آدم هایی که تمکن مالی دارن، این آب چون که نزدیک سرچشمه، خب میدونیم که آب رود گنگ مقدس از این بخش، یه بخش از هیمالیا سرچشمه میگیره و این منطقه خیلی نزدیک به اون سرچشمه، پس آب بسیار تمیز و بسیار سرده. بعدم طبق عادت و رسوم و عقاید و در واقع اون مذهبشان، اول صبح زمانی که خورشید داره طلوع میکنه افراد داخل آب میشن، غسل میکنن، بدنشان رو میشورن، از این آب میخورن و بعد ما بقیه اعمال مذهبی. در شهر هاریدوار آشرام های خیلی زیادی وجود داره. آشرام مثل چی میمونه؟ مثل حوزه های علمیه ما، اونجایی که انسان ها رو تعلیم میدن، تعلیمات دینی. اینکه شما برید توی آشرام بگید من میخوام اینجا امروز استراحت کنم، بهت اجازه میدن، بهت غذا میدن و بهت توجه میکنن. مناسک مذهبی خودشان، مراسم مذهبی خودشان دارن. معمولا افرادی که توی این آشرام ها در جهت میهمانی، حالا من اسمش میذارم میهمانی، بابت اینکه شاید پیش بیاد من اونجا نیاز باشه یه شب یا دو شب بمانم و با اون آدما صحبت کنم، اطلاعات بگیرم، کاملا استقبال میکنن. و در شهر هاریدوار مقدار خیلی، در اطراف شهر هاریدوار سادو وجود داره، خیلی زیاد سادوهایی که واقعا موفق ترن، سادوهایی که سادو ترن تا سادو نما باشن. بحث هم سر کاسبان دینیه. من متوجه شدم که کاسبان دینی که سادو نما هستن، فقیرها و بدبخت بیچاره راحت های میتونن گول بزنن تا بچه پول داره. بازم عنصر آگاهی به میان میاد. سیامک جان، من الان بله. جان ببخشید قطعت کردم، چون من همزمان که داری تعریف میکنی منم دارم عکسای چیز رو همینطور هی توی گوگل مپ میزنم، تمام این شهرهایی که داری میگی رو دارم نگاه میکنم. اینجا اصلا تعداد آدم هایی که توی رود گنگ میرن خیلی خیلی زیاده، اصلا عکساش عجیب غریبه از تعداد آدم هایی که به نظر میاد از چیز بیشتره، حتی از کجا بود اون یکی؟ از وارانسی؟ نه بیشتر نیست. چراش هم میخوام بهت بگم. ببین اون عکسی شما داری مربوط به مراسماتیه که عرض کردم هر 3 یا 4 سالی بار انجام میشه. من یک گریز بدنم، ما الان در موقعیت کرونای دنیا قرار داریم. شاید که الان وجود داره هند اوضاع خیلی بد و وخیمی داره. حدود 1 ماه پیش اون زمان 4 سال یک باری بود که چون توی 3 تا شهر الله آباد، هاریدوار و یه شهر دیگه این مراسمه میچرخه، مراسمی که سادوها کاملا لخت و اوریان فقط خاکستر به بدن زدن و وارد رود گنگ میشن. این جمعیت چند ده هزار نفریه. دولت این خیلی سعی کرد که از این مراسم جلوگیری کنه، چون میدانست که در این موقع کرونایی میتونه مشکلات خیلی عجیب و غریب وجود بیاد. این مراسم اینقدر اهمیت داره و مهمه که خیلی از مردم هند از جای مختلف میان و جهت تماشا نگاه کردن، چون این یک هفته مراسم وجود داره. روز اول سادوها میرن و بعد آدم ها میرن این عمل مذهبی انجام میدن. این تو جمعیت میلیاردی وقتی ما میگیم خیلی از آدم ها میان،
اصلا بحث 100 هزار نفر 200 هزار نفر نیست، بحث جمعیت میلیونیه. و بعد از مراسم وقتی اینا برمیگردن به زادگاه ها و شهرهای خودشون، به کافیه که این ویروس پخش شده باشه. الان دولت هند کاملا اذعان داره که اینکه الان درگیری یک کرونا بسیار سخت هست یکی از علتهاش همین مراسمی که بوده یک ماه پیش برگزار شد و شما الان داری عکسش داخل اینترنت میبینی. فیلماش هم هست، من تا بعد برای شما بفرستم. اینکه اون جمعیت خیلی 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 داره. کاملا همه اوریا دارن میان سمت رود گنگ در هایدوار که در واقع غسل و عمل مناسک مذهبی خودشون انجام. بله، اصلا چیز عکس های چیزم خیلی دیدنیه، عکس های ریشه کش بله، که گفتین مهد یوگاه و واقعا اصلا حالا طبیعت و اصلا خود این معابد و اینا واقعا زیباست. حالیه این چون تو نزدیک کوه مالیا هست، طبیعت بسیار زیبایی داره، آب و هوای خیلی خوبی داره و خیلی دلچسبه، خیلی دلچسبه. از قدم آدم های خیلی زیادی از کل دنیا به اون منطقه میرن که در اون فضا، در اون مکان، در اون طبیعت. خیلی از این آشامات در دل جنگل قرار داره، این مراقبه در دل جنگل بگ در اون موقعیت آب و هوایی واقعا فکر میکنم تاثیرگذاری خیلی بیشتری خواهد داشت. آره، و اتفاقا داشتین میگفتین که سادوهاشون هم متفاوتن دیگه. دقیقا. خب به چی بگم، این سادوها هیچ کار خاصی انجام نمیدن، با نزورات مردم زندگی میکنن. این نزورات لزوما اینجوری نیست که من یه نذر داشته باشم حتما بیام به شما بدم. ببینید یه کاسه دارن بهش میگن کاسه گدایی، بودایی های تبت هم همینه دارن ها. این کاسه گدایی معتقدن که باید غرور، منیت و اون چیزی که باعث میشه که انسان از انسان خود بودن خودش دور کنه، دور انداخته بشه و دست طلب به سوی دیگران در واقع دراز کنه. و تمام اون ارتضاقی که انجام میدن از این طریقه. سادوهایی که توی هاریدوار وجود دارن، نمیدونم، شاید من با اون آدم ها خاص‌تر برخورد کردم، اما به نظرم مراتب قوی تر و بالاتری داشتن. از بکارگیری کلمات، از توضیحات، از دانش، از ظاهر. ببینید من میتونم ساده باشم و فقط یه پارچه کوچولو دور کمرم بپیچم، این پارچه میتونه کاملا مندرس و در واقع حالا خیلی سطح پایین تر باشه، یا اینکه نه، حتی اگه طرف یه موی بلند 1.5 متر هم داره، چون موش همشه خیلی بلنده، اینقدر بلنده که به هم میتابن و مثل چند تا تناب خیلی کلوفت میشه و روی سرشان قرارش میدن. بازم من عکس همین موها و این چهره ها دارم توی پیجم. اما اینکه تمیز باشه، مرتب باشه، میدونی چی میگم؟ من احساس بالا شهرنشینی، پایین شهرنشینی تو منطقه به هم دست داد، اما تو بخش اعمال و مناسک مذهبی هیچ تفاوتی ندیدم. و مثلا توی هاریدوار با ابزار خیلی قوی تری مور میتراشیدن، خب، اما توی وارانسی با یه تیغ زنگ زده، یعنی من بادم فیلم عکسشی گرفتم، طرف حداقل از 30-40 جا سرش زخم شده بود تا تونستم موسرش بتراشم براش. یا مثلا یه خانومی دیدم، بازم عکسش گذاشتم، یه خانوم دیدم، خانوم برای خانوما موی سر خیلی ارزش داره و این خانوم موش تراشید در حضور من توسط یه فردی، موهای سرش دستش گرفت و یه نگاه به من کرد و من شاد دادم، عکس گرفتم. Thank you.
صحبتی که من با یه فرد داشتم توی هند اینجوری بود که خب من داشتم تالا راجب ساده ها صحبت میکردم، عارفین یا آلمان دینی، حالا میشه هر لقب و لغتی براش متصور شد. ساده ها آدم هایی هستن که از بچگی وارد آشرام ها میشن، اونجا تحت تعلیمات دینی قرار میگیرن. این تعلیمات دینی همراه با خواندن و نوشتن، اونا هم مثلا کتاب های مختلفی دارن، باید رشد کنن، مراتب متفاوت میشه، لباس هاش متفاوت میشه، مثل پادگان که طرف تنیه گروهبان باشه یا یه در واقع حالا تیمسار باشه، سرهنگ باشه. اینا قرار مبلغین مذهبی هم باشن، نقطه تر همین قضیه. خب پس یه بخش آدم هاشن که از بچگی رفتن اونجا و مبلغ شدن آمدن بالا، یا افرادی که بعدن متوجه میشن که گمراه بودن، گمراه شدن و بهتره به سمت دین و آیین و مذهب برگردن. طرف میتونه کارمندی اداره باشه، یه فروشنده باشه، نمیدونم رئیس فلان شرکت باشه و در واقع گوشه عزلت انتخاب کنه به جای منصب نشینی و رشد کنه و بیا بالا، رشد مذهبی کنه بیا بالا. و یا افرادی که صرفاً اثر تنپروری، سالوس بازی، دروگری که من بازم اسمش رو میذارم کاسبان دینی، وارد این قضیه بشن، چون سادویی که 150 کیلو وزنشه نمیتونه مراقبه کنه، سادویی که شکمش من بازم عکس گرفتم یه بخشی در مورد همون نوشتم کاسبان دینی تو پیجم، اگه دقت کنی نگاه کنی اون کسی که داره دعاخوانی میکنه و کار انجام میده تا 150 کیلو وزنشه نمیتونه باشه. من از یه سادو عکس گرفتم که این قدم هیکل شروع شد اصلا از یه دری خوب وارد نمیشد. خب اینکه آدم های هند سادو براش هم بسیار مقدس هن. اگر 4 تا نخود داشته باشن حتما 2 تا نخودشه به یه سادو کمک میکنن و این افراد کاملا محترمن. همین الان تو ژاپن و تایلند و چین هم همینطوری ها، با این فرض که اونا بودای یا هندو هن. آلمان دینی تو خیلی از کشورها بسیار مقدسن و توسط اعانه مردم و کمک مردم در واقع تقضیه نگهداری و در واقع خرجدهی میشن. سیامک جمعی دو تا سوال بکنم که به هر حال این اپیزودمون هم خیلی طولانی نشه و یه جورایی بتونیم اپیزودمون رو ببندیم. یکیش یه سوال یه ذره سخته و اون اینه که اگه شما فرصت اینو داشته باشید که فقط یک بار دیگه به هند سفر بکنید، کجاش رو انتخاب میکنین و چرا؟ قطعا وارانسی، بی برو برگرد وارانسی. انرژی مثبتی که تو این شهر وجود داره وصف ناپذیره. این انرژی مثبت همراه با طعم مرگه، همراه با حس مرگه. وارانسی معروفه به شهر مرگه، انسان‌هایی که وارد میشن منتظر میشن که مرگشان فرا برسه و بعد سودانده بشن و خاکسترشان در رود گنگ ریخته بشه. خیلی از آدم ها میان در این شهر منتظر مرگ میشن. برای من خیلی مفهوم و معنا داره. خیلی یکی از آدم ها در جلو چشمای من فوت کرد. من یه روز صبح از هتلم خارج شدم تو وارانسی، به سمت رود گنگ رفتم که عکاسی کنم، مثل کاری هر روز که انجام دادم. کوچه پشت هتل من دو نفر بودن، یه نفر دراز کشیده بود در حال اهتزاز بود و یه نفر نشسته بود و دستش در حالت گدایی گرفته بود. من یه عکس گرفتم و رفتم. موقعی که برگشتم اون کسی که دراز کشیده بود فوت کرده بود. یه از این وانت های سه چرخ شهرداری داشت، اینو میخوان تو اون که بره در واقع بسوزانن و در واقع دیگه محوش کردن. زندگی به همین آسانیه و چقدر همه برای اون فرد خوشحال بودن. من تا مدت ها که برگشتم ایران روحم داغون بود که چرا شاید من میتونستم یه کاری برای این فرد انجام بدم که نمیره. خب معلوم، من عکسش گذاشتم تو پیجم اگه ببینی، معلومه این از سوء تغذیه مرده، معلوم از گرسنگی مرده. چرا من تشخیص ندادم که این فرده میتونم یه پزشک براش صدا کنم، یه مواد غذایی بهش برسونم؟
اما دیگران براش خوشحال بودن. این تفاوت معناها و مفهومها برای من جذب میکنه. بودا که بزرگترین تحول که تو ذهن من ایجاد کرده در اونجا قرار داره. پس بازم بهتره برم ببینم، یاد بگیرم، و اگر برگشتم هند و به دوستی برخوردم با کرنش بیشتری احترام کنم، با حس بهتری زودتر بهش سلام کنم، احترام بذارم، گذشت کنم، با خدای خودم خیلی صادقتر باشم و در پس هر ناملایمتی و ملایمتی ابتدا شکرگزاری کنم. شاید این آموزش ها برای خیلی بی‌معنی باشه، برای من ارزشه، من بینا ارزش قائل میشم. پس قطعا هند وارانسی. سیامک جان یه دارم اگه ممکنه راجع به اصلا حرفه عکاسیتون برامان بگین. حرفه عکاسی، خب من سالیان سال عکاسی میکردم. در واقع من پدرم همیشه دوربین خیلی خوب میخرید و عکاسی میکرد. موقع زمان آنالوگ بود، وقتی که شما چند تا دوربین خوب تو خونتون باشه قطعا تو هم عکاسی میکنی. پس با دوربین آنالوگ من عکاسی میکردم. مثلا اصلا به این شیوه نبود که ما عکاسی هنری انجام بدیم. عکاسی خانواده بود، عکاسی یادگاری بود، عکاسی سفری بود. عنصر آدما، اعضای دوست، فامیل، رفیق، خانواده در این عکس‌ها خیلی خوب مشاهده می‌شدن. همراه با لوکیشن‌هایی که می‌رفتیم، سفر می‌رفتیم، ما خیلی زیاد سفر می‌رفتیم. و بعد که من حالا بعد دانشگاه وارد چرخه کار شدم، بخش خب من شغلم کامپیوتره و شرکت کامپیوتری دارم. به اندازه خودش استرس داره، حکایت خاص خودش داره و خستگی خاص خودش هم داره. تصمیم گرفتم که دوباره به عکاسی پردازم. به پیشنهاد یه دوست خیلی خوب من دوباره وارد بخش عکاسی شدم. دوربین خریدم و یه صفحه اول رفتم و با موبایل عکاسی کردم. بعد اونم دوربین خریدم، یه خود سعی کردم در واقع با بخش دوربین دیجیتال بهتر با محیط ارتباط برقرار کنم. بعد متوجه شدم که نه، اگه قرار این مسیر بشه باید حتما سواد پشتش باشه، علم، تجربه و علم در کنار هم باشن. شروع کردم به خواندن کتاب. این زمان یادم گروه های وایبری بود و اطلاعات رد بدل می شد. فهمیدم که نه، شما اگه بخواید کار خودی اول ترکیب بندی بشناسی، در ترکیب بندی های موفق شما می تونی عناصر خوب کنار هم بچینی. بعد عکاسی خیابانی یاد گرفتم، بعد به پورتره علاقه مند شدم. در کنار پورتره متوجه شدم که هر چقدر شما بتوانی احساس آدم ها رو بیشتر بکش بیرون از داخل چهرهشان، این عکس موفق تر میشه. اتفاقا همین تو عکسای شما برای من جالبه. یعنی من وقتی پورتره‌های شما رو نگاه میکنم، یک اینکه به نظر میاد شما خیلی راحت نزدیک میشی به آدم ها، و اینکه سوال منم همین بود که چطور اون حس رو، اون ارتباط رو برقرار میکنید که بتونین اون حس رو بکشین بیرون توی پورتره‌ها. من قبلش بگم، واقعا تمام حس من واقعیه. یعنی اگر آدم ها رو دوست دارم، واقعا دوست دارم. لبخند کلید درب هر قفلی، هر در بسته‌ایه. هر کسی با هر تفکر و حالتی با یه لبخند به شما لبخند میزنه، به شما اجازه ورود به حوزه شخصی خصوصی خودش میده. این لبخندی که واقعی باشه که بشه منتقلش کرد، این حس رو باید منتقل کنی، باید این وسط وجود داشته باشه که بشه منتقلش کنی. و با این دوش من به آدم ها نزدیک شدم، بهشان احترام گذاشتم، ازشان در صحبت کردم، گپ، گفتگو، و آخرین کار و مرحله من عکاسی بود. طرف موش آزمایشگاهی ندیدم که من یه عکس بگیرم، این عکس من تو فلان جشنواره یه مدال ببره و من موفق بشم و خداحافظ. اصلا اینجوری حس نکردم که بخوام واردش بشم. چون سفرم میرفتم و عکاسی میکردم، تصمیم گرفتم که خب عکس هارم بهتر ثبت کنم، منطقی تر باشه. اگه دوستی مثل شما دید، حداقل یه بخش کوچیکی هم بها به این عکس ها بده، داره ارزش باشن این عکس ها. به این ترتیب سعی کردم با تجربه تر بشم، با سواد تر بشم. از دوستان خوبی مثل شما خیلی کمک گرفتم که بتونم رشد کنم تو اون بخش، نگاهم تربیت کنم و در مورد ژانرهای مختلف، سبکهای مختلف،
که در کل دنیا وجود داره مطالعه کنم، کارآموزی کنم و به نتیجه برسم. اون عناوینم که در پیج هست خیلی از باب من داره ارزش نیست، یه عنوانه، یه تایتله، یه مدرک کاغذیه. خیلی نمیخوام به اونا بها بدم، عضو این، عضو اون، عضو این کوره. اون قطعا کنفدراسیون هنر که بی نهایت دارای ارزشه و هر کتون نیاد آرزوشه به اون جمع ملحق باشه، اما برای خود من اون حس واقعی که شما بتونید در کنار نفر بشینی یه عکس خوب ازش بگیری که هم اون لذت بره و هم شما از این عکس لذت بری و هر حتی کسی که در آینده می لذت برن، این دارای ارزش و مرتبه است. من سعی کردم به اون برسم، امیدوارم روز موفق بشم و به مرحله برسم. اون رو میشه با اطمینان توی صورت پورتراها دید که شما به اون رسیدید. یعنی این مشخصه، این اون ارتباطی که شما دنبالش هستین و اینا کاملا توی پورتراها مشخصه. به هر حال سیامک جان، من واقعا هم از آشناییت خیلی خوشحالم. اصلا یه جورایی این پادکست یه فرصتی شده که من با یه عزیزانی مثل شما آشنا بشم، گپ بزنم و داستانهاشون رو بشنوم و این باعث افتخار منه. خیلی هم زنده باشی، قربونت برم. این ماجراهای هند با اینکه خیلی سریع به نظر من از روی خیلی چیزها پریدیم و چون تو فرصتی که به هر حال داشتیم، این یه گپ یک ساعته اصلا اجازه نمیده که وارد یک سری از دیتیل ها بشیم. برای همین اگر در آینده یک داستان حالا خیلی خاصی بودش که اگر علاقه مند بودی که بیایم بشینیم راجع به اون رو باز کنیم، چون ما از این شهر به اون شهر میدونین، از این آدم به اون آدم الان رفتیم، ولی اگر در آینده یک داستان خیلی مشخصی راجع به یا یک خاطره خیلی مشخصی بود که به یادتون مونده بود و دوست داشتین راجع به اون بگین، هم من رو خیلی خوشحال میکنین، هم فکر کنم اون کسایی که این پادکست رو گوش خواهند داد در آینده. حتما با کمال میل، من خیلی خوشحالم که این سعادت داشتم با شما دوست خوبم آشنا شدم پدامدی، قربانتون، و برای من خیلی باعث خوشحالی، خدا رو شاکرم و شکرگزاری میکنم، سعادت من بوده قطعا. این گفتگو با سیامک عزیز باعث شد که من رجوع کنم به نوشته های داریوش شایگان درباره هند. خب شایگان مفصل درباره هند نوشته. رفتم سراغ کتاب آسیا در برابر غرب، اون بخشیش رو که به هند اختصاص داده. و با خودم فکر کردم یه چند خطیش رو اینجا بگم تا برای خودم هم یک یادآوری بشه. به قول داریوش شایگان، به اعتباری میشه گفت که تمام تمدنهای بزرگ آسیا تحت تأثیر بناهای فکری خیره کننده و فاخر هندی بودند. بیشتر مکتبهای فلسفی بودایی در هند تکامل پیدا میکنند و بعد از راه ترجمه متون سانسکریت به تبتی و چینی و بعد از چینی به ژاپنی راهشون رو به آسیای شرقی باز میکنند. آداب ریاضت که از آداب یوگا نشأت میگیره تأثیرش رو در سراسر آسیا میذاره و برای اینکه بفهمیم چرا یک سادو یا همون مرتاض ریاضت میکشه و مسیر رنج رو در زندگی انتخاب میکنه، باید اول چرخش کارما رو متوجه بشیم. میگه که قوه محرک چرخش کارما میل و خواهش و آتشه. تا زمانی که میل و خواهش در وجود کسی وجود داره، بعد از مرگ دوباره متولد میشه. این آتش هستیه که گردونه باز پیدایی رو میچرخونه. برای همین اون سادو، اون مرتاض با ریاضت سعی در رهایی از این چرخه کارما داره. در واقع اینجوری که من متوجه شدم، اگر خواسته هات رو به حداقل برسونی، اون میل و خواهش و آتش به زندگی رو به کمترین حد ممکن برسونی، میتونی که جلوی چرخش کارما رو بگیری. حتی احتمالش هم هست که من اشتباه متوجه شده باشم، ولی حالا این اون ایده کلیه که من از این میگیرم. بر این باورن که درد از غفلت میاد. آگاهی از درد پرده از جهل برمیداره و اون سراب هایی که اونها رو واقعی میپنداریم از بین میبره. علت درد نادانیه و نادانی ناشی از آتش هستی است. نابودی نادانی منجر به هوشیاری میشه و
و نتیجه هوشیاری هم خب چیزی جز رهایی نیست. شایگان می نویسه که هیچ مسلکی به این اندازه به رستگاری ارج ننهاده و هیچ آیینی به این اندازه پاکبازی و خیشتنکاوی و درون نگری رو نستوده. هند کنه هستی را نیستی انگاشت، نیستی که هیچ صفتی را موصوف نیست و چنان ژرف و دست نیافتنی است که فقط از طریق استغراق میتوان جرعه‌ای از دریای بیکران آن نوشید. پس در واقع راهی نیست جز غرق شدن در خیشتنکاوی و درون نگری. اگر شما روی بودیزم یا مکاتب فلسفی که در هند هست کارو پژوهش کردید و علاقمندین که بیاین و در این پادکست کمی از دانسته هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید، لطفاً با من در تماس باشید. برای تماس با من یا در اینستاگرام پادکست به من پیام بدین یا اینکه ایمیل بزنید به goosan@gmail.com. همه لینک هایی هم که میتونید پادکست رو از اونجا پیدا کنید و در تماس باشید در توضیحات پادکست گذاشتم. اگر اینستاگرام گوسان رو دنبال کنید هم هر بار از اپیزود جدیدی که میذارم خبردار میشید. همین که برای هر اپیزود من یک ویدیو 1 دقیقه‌ای میذارم و در اون یه چکیده ای از چیزی که قراره در اون اپیزود بشنوید رو میگم. گوسان رو روی یوتیوب هم میتونین به راحتی پیدا کنین و برای کسانی هم که دوست دارن یک تک اپیزود رو با دوستاشون به اشتراک بگذارن خیلی راحت میتونید که لینک یوتیوب اون اپیزود رو برای دوستانتون بفرستید. در پایان تشکر از حسین مالکی برای ساختن موزیک شروع و پایان این اپیزود. ممنونم از اینکه شنیدید. Thank you.